من بعد از اینکه ریحان دستگیر شد، خب با قشهای خاصی از زنان آشنا شدم، خانواده هاشون. من پیش از اون هرگز یک فاحشه رو از نزدیک ندیده بودم، ولی بعد باهاش بیرون نشستم. هرگز با یک دوز من سر یک سفره نبودم و اینها رو همه رو من مدیون ریحانه هستم که آروم آروم به من گفت اینا هم انسانن و به من یاد داد. من مادری هستم که از بچم، در واقع بچم معلمم شد. ارتباط با چنین مسائلی، مثلا وقتی که درویش سلاس رو داشتن اعدام میکردن، من سوئد بودم، مهمان، یعنی شب بود، خونه یکی از اقواممون به اصطلاح خوابیده بودم و دخترم هم توی یه اتاق دیگه خوابیده بود و من تا صبح همینجور بال بال می زدم تا خبر بعد رو شنیدم و فکرش رو بکنین، های های نشستم گریه کردم تو تراس. و البته این گریه ها، این درد، این رنج به وجودت میاد، اما من شخصا میگم که حداقل برای من اینطوریه که عین یه درد مقدس میمونه. یعنی درسته که تو رنج میکشی، اما این رنجی نیست که تو رو پایین بکشه، بلکه تو رو آبدیده میکنه. من شخصا احساس میکنم تمام اون فراز و نشیبی رو که در طول این 12-13 سال اخیر طی کردم و دیدم و دردهایی که کشیدم، بلاهایی که سرم اومده، نتیجهش این شده که من شعله مثلا 15 سال پیش نیستم. اون شعله، شعله‌ای بود که خیلی مثلا فانتزی فکر میکرد، خیلی لوکس نگاه میکرد زندگی رو، در عین اینی که البته جست اینم داشت که مثلا کمک به فقرا هم میکرد. مثلا یک فرد مذهبی که من تا دوم آبان 93 نماز میخوندم، قرآن میخوندم، دعا میخوندم، روزه میگرفتم و حتی خمس دادم. من خرداد ماه 93 خمس دادم، چیزی که خیلی انجام نمیدن. من یه هنرمند بودم، فکرشو بکنین در صحنه مثلا هنر وقتی ماه رمضان بود من افطار میکردم، یعنی روزه بودم. ولی سال 93 تمام اون مسائل برای من به شکل دیگری شد. معنیش این نیست که تربیت مذهبی من نابود شده. من دیگه از اون سال نماز نخوندم، قرآن نخوندم، دعا نکردم. میدونید این تغییر ایجاد شد، اما این تغییر رو من مثل یک رنج مقدس، مثل یک چیزی که انگار تو با شکوه‌تر میکنه زندگی رو جلوی چشمه، اونجوری میبینمش. من زندگی برام، زندگی دیگران، حتی یک قطره، حتی یک روز زندگی دیگران برام ارزش یک عمر رو داره. و درست برخلاف بعضی از مقامات جمهوری اسلامی که اومدن گفتن که حالا چرا ما باید این هزینه رو بکنیم، بعضی از این پیرا مثلا میلیاردها تومان باید خرجشون کنی که زنده بمونن، دو ماه بعدش میمیرن. من یک روز زندگی، نفس زنده بودن یک انسان برام به اندازه تمام هستی خودم ارزش داره. و خیلی دلم میخواست که اینو به مخاطبین بگم که فکر نکنن اگر فعال زمینه به اصطلاح مبارزه با اعدام میشن، معنیش اینه که زندگیشون، هستیشون پر از درد میشه، همش مریض میشن. اینطوری نیست. شما تبدیل به یک فولادی میشین که هیچ چیزی شما رو نمی ترسونه. معنی جهان یه چیز دیگه میشه. و من دعوت میکنم همینجا علاوه بر مسئله ستاد به این که همه مردم بیان یواش یواش یه قدم یه قدم به این موضوع نزدیک بشن و ببینن که چقدر هستی خودشون تعریف جدیدی میگیره، معنای جدیدی میگیره. و مطمئنم که بعدا خودشون اعتراف میکنن که چقدر کارو خوبی کردن.